بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که مورد مطالعه قرار میتیم مینوی ویو. ویو یعنی ظاهر ساختن. از کماند اول تا کماند اخیر منظورش از این است که یک چیز رو در شیت ظاهر بسازه و یا نسازه. مینوی ویو در نخواست ما داریم نرمال. فعلا خوش شیت ما نرمال است. اگر بگیم پیج لیاو، پیج لیاو هر پیج جدا براتان در اکسل نشان میده. ما تا ای که بفهمیم که شروع یک صفحه، صفحه فور از کجا است و در کجا ختم میشه. و اگر پس بیاییم نرمال بگوییم، پس شیطا را به شکل، صفحه را به شکل یک لاین میتونیم و مشاهده کنیم. ببینیم که صفحه اول فور امین لاینه که به این شکل آمده تا این قسمت است و همچنان صفحه دومشان در اینجا قرار. و بعد از این داریم پیج بریک پریویو. وظیفه پیج بریک پریویو، ما اولا یک متن داریم، میخواییم بفهمم که امی تکس را کنشته کردیم در شیب در کدام صفحه قرار دارن. این طریقه دومش، یکی از طریقه های شیب بود، یکی هم طریقه دومش ایجاست پیج لی آوت بریک، پیج بریک پریویو. بالاش کلک میکنیم، بعدا میگیم اوکی. این صفحه شکرانتر می سازیم. این صفحه را باز به اساس شماره نشان می دهد. برای ما میگه این صفحه اول تا این قسمت است. و اگر این مکم لبان پایین تر بیرم، صفحه های دیگه برای ما همچنان ظاهر می شه. بیشه این صفحه اول، ختم صفحه اول در اینجا است و همچنان صفحه دوم شروعش از اینجا است تا این قسمت، تا ای که باز ما دگام نشته کنیم، متن در داخلش قرار بگیره و همچنان صفحه سیام این به شکل برای ما ظاهر میسازه. و پیج لی آوت وظیفه شمی بود که مکمل فکر کنین که در یک صفحه فرم مثل داکومنت ورد بارو نشته میکنیم، یه مقدر فرق است. اما اینجا باز با شماره و همچنان نظمش هم نشان میده که صفحه اول کدام است، دوم کدام است، سیام کدام است، به شکل. ایران بخواییم گفتیم تغییر بیاریم در پیج لی آوت، پیج ستاب به شکل تنظیم کنیم، این صفحه اول باشه، این صفحه دو. میتونیم در قسمت پیج ستاب شیت میگیم آف و داون. این به خاطر تنظیم است، میگیم این متن خلاص شد، اگر ادامهش رو نشته کنم باید ادامهش که در طرف راستش را صفحه دو باشه که قبلا به این شکل بود، در پایانش صفحه دو قرار داشت. از به شکل سنت میتونیم قرار داون دن آف. و بعد از این در مینوی ویو اینجا داریم کستم ویو. پیش از کستم ویو اگر پاس بگیم نرمال، صفحه اول و صفحه سوم رو ما به شکل نشان داده میشه. ما میخواییم یک قسمت از تکست را سلکت کنم. فکر کنین یک قسمت مهم شیت ما میخواییم همیشه بدون از اینکه او را سرچ کنیم کتا در کجا است، توسط از این میتونیم ویوش را به شکل یا به انتخاب خود ست کنیم که هرگاه یعنی یک نشانی را صورت بگیره. بالای کستم ویو کلک میکنیم، چیز را که ما در اینجا نشته کردیم ای را اد میکنیم. اد میکنیم میگه نیمش البته به نام چیادش میکنیم، به نام ای انی نیم یک نام برش میدیم. اوکی فعلا ما در روی افت هستیم. ما حالا میخواییم در روی بعدی بریم و حالا در روی 254 دفعتا همون جایی که زیاد مهم یا رول اساسی را در شید دارن میخواییم پس اوجه برم. اگر اوجه نشانی نمیکنیم مجبور از اسکرول ما پس دوباره رو دریافت میکنم. میشه کلم موضوع محاسبایی باشه. پس کارسر فعلا در اینجا گذاشته گیست ویو ظاهر بساز کاسم ویو را به نام ای ساب بود. مجرد تک بگویم شو در کجا آمد؟ در اول شیت آمد، جایی که ما مین یا اسم مثلا منبع اساسی قرار داریم. و بعد از این داریم فول اسکرین. فول اسکرین اگر ما بخوایم یک شیت چک کنیم که مینوها نباشه، پس بالای فول اسکرین کلک میکنیم، مینوها و کماندها نیست، میتونیم یک چیز را به شکل وسیطتری آنی قرار داد شیت تان. و اگر پس بیاییم میتونیم که را کلوز کنیم اور ایجا باید از خب. بعد از این وقتی که ما فول اسکرین میکنیم چی کلوز کنیم چی مینیمایز، در غیران در اکسل 2003 به شکل یک تول بار میگه که باز میگیم کلوز فول اسکرین. این بعد از یک مینیمایز کلوز میشه. شو هاید بالایش کلک میکنیم، اینجا ما آپشن آوریم. وظیفه شو هاید ای است که
چطور ما میتونیم بعض از چیزها را در اینجا ظاهر بسازیم، بعض از چیزها را ظاهر نسازیم؟ اگر ما بیاییم در اینجا بعد از این در شو هاید چی فال شد؟ رولر. اگر در نرمال باشه رولر نیست، بخاطر از این در پیج لی اوت صفحه ماین شد تا داری بالا خطکش هم ظاهر شد. میخواییم خطکش نباشه انجکش میکنیم در امو قسمت پیج لی اوت. اگر پس بخواییم ظاهر شویم چک اینجا خطکش ظاهر شد. و بعد از این شو هاید اینجا داریم گرید لاینز، میخواییم این گرید لاین ها نباشن، انچکش میکنین گرید لاین نیست که قبلا هم خونده بودیم. و پس بخواییم ظاهر شویم میتونید. اصلا در شیت هایی که ترتیب میشه زیادتر از این شکل استفاده میکنن و هر قسمت رو که میخوایی خودت مثلا یک متن نوشته میکنین، میخواییم باز لاین گرید خودتان بتین از مینوی هون، از اینجا میتونین گرید لاین قرار بتین و دیگه جایی به شکل سافت هستن. و بعدا اگر بخواییم پس ظاهر شویم مینوی ویو و گرید لاین چک میکنیم و در این شکل براتون ظاهر شد. بعدا اینجا داریم ما فرمولاس مسیج بار. ما اگر مثل موضوعاتی که در پیشتر مثل کومنت یک مسیج باره تابیز اما در کومنت چی سچت یک مسیج هم آسد کردیم، اونمو کار را که ما پیشتر از مینوی ریویو هاید و انهاید کردیم اینجا مسیج شو کنه. هر این مسیج یعنی بدون از اون یک مسیج های فری که اگر ما برش بتیم میتونه که امور شو کنه و یا نکنشون از این منظور از این شو و هاید هستن. فرمول بار میخواییم که چیزایی که از فرمول استفاده میکنه مثل 1000 2000 مساوی 1000 جمع 2000 یا 1000 جمع 200 چند شد 2000. وقتی کلیک کنم فرمولش در ایجاز شد نشان داده شد در قسمت فرمول بار. ان ار نام فرمول باشه میگه H3 جمع H4 شده، یعنی کلم H روی 3 جمع H4 کلمش روی 4 200 هستن. بخواییم که فرمول بار نباشن فرمول را انچک میکنیم فعلا نیست. پس میتونین یا در جای میرین با مشکل مواجه میشین فرمول یک چیز اساسی هست باید از باشه، پس میتونین چکش کنیم. هیدنگ ها نباشن، این هیدنگ ها انچک کالم های ABC و روهایی که یک دو سه قرار داشت نیست. پس میخواییم میتونیم زر بسن این را ما موضوعات شگفته بدیم بخاطر از این بکار میده که یک چیز را ما مشخص میتونیم بگیم در کدام قسمت شیت قرار دارن. مثل می 2000 از طریق می هیدنگ ها فهم بدیم به کالمش و روی پنگست مشخص شد مکانش. و بعد از این زوم میگیم 200% این بخاطر دید بکار میره، زوم 200% زومش کنیم. این زیادتر چیزایی که ما بخواییم واضح‌تر بخونیم. در پرنت استفاده نداره، در پرنت چی پرنت میشه؟ سایزی که در اینجا هست. و یعنی به این معنی نیست که ما اینجا اگر یک چیز رو نشته کنیم این بینامی سایز باید در صفحه هم چاک شد، به این شکل نیست. بخاطر یک چیز رو که ما واضح بخواییم بخونیم زوم اینجا فیصدی های مختلف هست. حالا میگیم باشه مثلا 100%. یا اگر ما اینجا یک موضوع را مطرح میکنیم چیز را که ما سلکت میکنم میخواییم برابر از اون زوم شده سلکت میگم فت سلکشن برابر اون چی شد؟ زوم شد. و اگر بیاییم پس در این قسمت که 165 نیست کستوم زوم چی میکنم؟ مثلا با انتخاب خود زوم میکنمش، میگم زوم از این را 350 بساز. چقدر شد؟ کسیم با انتخاب خودم هستم الا 400 تا 400 را میتونیم زوم کنیم. شارکتش هم در اینجا است زوم اوت زوم این داریم از اینجا میتونیم کم و یا زیاد بسازیم یا از اینجا میتونیم شارکت 100% که در اینجا است این شارکت هایش است. زوم تو سلکشن هم در اینجا است و هم در اینجا این شارکت هاییست که ما میتونیم استفاده قرار میکنیم یا هم صفحه سن. و درس ما از مینوی ویو و میجا به پایان میرسن، ادامه شد در ویدوهای بعدی انشاءالله مورد مطالعه قرار میکنیم.